سلام دوستو، امید که جور و سهتمند باشین. بازم به یک ویدیو جدید من خوش آمدین. چون ما با شما وعده کرده بودم که برتن یک پاچه پلو بسیار مزه‌دار در ویدیو بعدی آماده می‌سازم، پس امروز خواستم که پاچه پلو آماده بسازم و به شما اینجا در فیسبوک به اشتراک بگذارم. خب دوستو، در قدم نخست ما تمام مواد شبه شما معرفی میکنم و بعدا میریم یک جا و ایره آماده میسازیم. خب پاچه با پاچه پلو کدام زیادتر فرق نداره، قرمش با خود برنجش یا می خود پاچه پلو، بخاطر که تقریبا تا قرمه رو به مشکل آماده میشه و بعد از قرمه فقط برنج اضافه میکنیم که میشه پاچه پلو. خب دوستو، موادی که ما ضرورت داریم عبارتند از برنج 4 گیلاس، پاچه گوسفند 1 کیلو، گندم 1 گیلاس، نخود 1 گیلاس، پیاز 3 عدد، ماست نیم گیلاس، روب رومی 1 قاشق غذاخوری، زردچوبه، مرچ پاپریکا، مرچ سرخ دانه دار، زیره میده، گشنیز میده، گرم مساله و همچنان گرم مساله ثابت، بادیان و نمک قدر ضرورت، سیر و زنجبیل کوبیده شده 1 قاشق غذاخوری. در قدم نخست ما برنج از قبل ترک کرده ماندیم و همچنان نخود و گندم هم تقریبا 2 ساعت پیش تمام شد ترک کرده ماندیم و پاچه را پاک ستره شستیم. خب ابتدا ما در یک دیگ بخار آب اضافه میکنیم، همی که آب جوش شد بعدا تمام همی مسالجات مثل بادیان و زردچوبه و نمک و مرچ سرخ و چیزا را اضافه میکنیم، به تقریبش پاچه را اضافه میکنیم، بعدا پیاز اضافه میکنیم، البته یک عدد پیاز به خاطر که ما ایره میخواییم یخنی بسازیم، به تقیبش نخود، گندم و همچنان سیر و زنجبیل کوبیده شده. وال ما سر دیگه بسته میکنیم و میمانیم تا بخار بگیره و پاچه کاملا آماده شده و نرم شده. بعدا روبه میگیریم، داخل روب یک اندازه سیر و زنجبیل کوبیده شده و همچنان همی مسالجات، گشنیز و زیره و مرچ سرخ دانه دار و همچنان نمک، تمام مسالجات داخل ازی به این شکل اضافه میکنیم. بخاطر ازی که خوب حل شوه یک اندازه آب اضافه میکنیم، بسیار کمه، و این تمام مسالجات مخلوط میکنیم و این کنار میگذاریم. در قدم بعدی تا زمانی که پاچه آماده شوه ما برنج آماده میزیم، البته آب میمانیم که جوش شوه، بعدا برنج به گرم مساله ثابت و همچنان یک قاشق سرکه، چی سرکه سیب باشه و یا سرکه سفید باشه، هر کدامش که موجود باشه میتونه نظمو اضافه کنیم. خب من سرکه سیب استفاده میکنم و همچنان نمک یک اندازه اضافه میکنم و ایره میمانم تا برنج 95% نرم شد. همین که 95% نرم شد بعدا ما ایره صاف میکنیم. خب برنج صاف کردیم، آلا در کرایی روغن اضافه میکنیم، به تقیبش پیاز توسط میکسر خوب میکوبیم، بعدا ایره اضافه میکنیم و همچنان مرچ سبز توته میکنیم و داخل ازی اضافه میکنیم و ایره میمانیم تا یک اندازه گلابی شود. بعدا همین مساله را که ما جور کردیم پیشتر بارو ایره اضافه میکنیم و میمونیم تا این سر روغن بیه. به تقیبش همین که سر روغن آمد ماست اضافه میکنیم و ایره زود زود عل میکنیم، به خاطر از این که ماست باید زود زود عل شود. حال ببینین پاچه هم آماده شده و ایره صاف میکنیم، البته یخنیش علایده میسازیم و خود پاچه گوسفند علایده میسازیم با موادش. خب حالا این مواد هم آماده شده، سر روغن آماده و پاچه را داخل همی پیاز و بانجان میرک سرخ کردیم اضافه میکنیم، به تقیبش یک اندازه یخنی اضافه میکنیم و ایره چند دقیقه به می شکل میمانیم تا این سر روغن بیه و آماده شد. همی که این آماده شد یک دیگه میگیریم، داخلش کم یخنی از این پاچه اضافه میکنیم، بعدا کاغذ میمانیم تا تای دیگ نگیره.
و برنج یک اندازه داخل دیگ اضافه میکنیم. به تعقیبش از امی قرمه که آماده شده از این اضافه میکنیم روی ازی. و وقتی که قرمه را اضافه کردیم بازم یک اندازه برنج اضافه میکنیم. البته امی برنج را که ما صاف کرده بودیم. به تعقیبش بازم امی پروسه را تکرار میکنیم. و در اخیر تمام برنج اضافه میکنیم و کم روغن میمونیم تا روغن داغ شود و میک روغن داغ شدی را روی برنج اضافه میکنیم. و تقریبش روغن آب شا میسازیم با امی یخنی پاچه و ای را روی برنج میباشیم. بعدن یک اندازه ایل میده و همچنان گرم مساله روی برنج می پاشیم و قبل از او باید افرگک های خرد خرد داخل برنج ایجاد کنیم. حالا برنج دم می دیم و امی که تفتش پر آمد حرارت کم می سازیم و ایره می مانیم تا خوب دم بکشه. ببینین حالا برنج کاملا حالا پاچه پلاو کاملا آماده است و حالا ایره در یک ظرف می کشیم. خب ما یک ظرف میگیرم این را میکشم و همچنان شما میتونین این پاچه پلاو با یک سلاته افغانی بسیار مزه‌دار و یا ای که با چتنی، ترشی، هرچی که خوش دارین میتونین نوش جان کنین. خب دوستا اگر این کلیپ ما خوشتان آمد حتما لایک کنین، با دوستایتون شریک بسازین و در صورت که کدام سوال داشته باشین میتونین از طریق کامنت از ما بپرسین، حتما جواب به شما میدیم. و همچنان شما میتونین ما را از طریق تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک تعقیب کنین. خب تا ویدیوی بعدی خداوند یار و مددگارتان باشه. خدا حافظ.